بهار دهکردی، رپر و بازیگر تئاتر از ترکیه همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم دهکردی و ممنون از اینکه همراه برنامه ما هستین. واکنش‌ها به زندانی کردن ترانه علی دوستی در فضاهای اجتماعی، رسانه‌های بین‌المللی و همینطور تجمع اعتراضی مقابل اوین برای دومین روز ادامه داره. همراهی هنرمندان رو و اعتراض به این بازداشت رو چطور می‌بینید؟ درود به شما و وقتتون بخیر. چیزی که مسئله که حائز اهمیت هستش اینه که هنرمندان یک شیوه اعتراضی درست و هدفمند رو دارن پیش میبرن که این مدل اعتراض میتونه اساسی و درست باشه، چون در خواسته معین و در مکان معین با خواسته معینه و این میتونه یک گامی رو به سمت جلو برداره برای آزادی هنرمندان دربند و در برای آزادی زندانیان سیاسی و معترضین. حکومت از یک طرف، خانم دهکردی، تلاش میکنه بگه خیزش انقلابی مردم تمام شده، از طرف دیگه کماکان دستگیر و زندانی میکنه. دلیل این تناقض رو شما در گفتار و رفتار حکومت چی میبینید؟ خب در طول تاریخ حکومت‌های استبدادی همیشه وقتی که با تمام وجود ترس و وحشت رو رژیم حس می‌کنه، تناقض بین گفتار و رفتارش کاملاً قابل دیدنه و می‌تونیم ببینیم که اونا با اینکه دوست دارن بگن که تموم شده، ولی به قدری همبستگی و اتحاد به صورت زنجیربار داره ادامه پیدا می‌کنه که هر بار یک قش، یک کسایی که دارن یک مسئله رو میبرن جلو، یک سری فعال با همبستگی همدیگه دارن صورت دیگه‌ای و مدل دیگه‌ای از اعتراضاتشون رو نشون میدن. برای همین حکومت نمیتونه جلوشون رو بگیره. همراهی هنرمندان رو برای نمونه هنرهای اعتراضی رو ما شاهدش بودیم در کشورهای مختلف، اجراهای مختلف، پرفورمنس‌های مختلف رو. این رو چقدر در واقع در همراهی با مردم ایران مؤثر میدونه در رسیدن این که این اعتراضات به یک نتیجه، به یک اون هدفی که به دنبالش هستن برسه و نزدیکتر بکنه مردم رو؟ تا وقتی که هنرهای اعتراضی چه در قالب پرفورمنس، چه در قالب موزیک، چه در قالب هر نوع هنری که دوستان از دستشون برمیاد تداوم پیدا بکنه، یعنی که این انقلاب رو به جلو و رو به پیشرفته و ما خواستار رسیدن به نتیجه و هدف اصلی هستیم و نمیذاره که اخبار خاموش بشه یا حتی اطلاع رسانی کمتر بشه. خانم دهکردی، چقدر فکر میکنین برای نمونه خانم علی دوستی، خب برنده اسکار هستن، هنرمندان بین المللی میتونن در واقع کمک بکنن به این جریان با تأثیری که روی افکار عمومی میذارن و افکار عمومی روی تصمیم سیاست مداران میگذاره؟ درسته، دقیقاً. وقتی که خب کفیل‌های سیاسی پا در میدان میذارن، این باعث میشه که افکار عمومی تو همه کشورها بخوان فشار بیارن روی نماینده هاشون و ازشون بخوان که خیلی زودتر نماینده های حکومت جمهوری اسلامی، سفرا رو و تمام این افراد رو اخراج بکنن و ما یک قدم بعدی رو زودتر برداریم. ممنون از شما بهار دهکردی، رپر و بازیگر تئاتر که از ترکیه همراه ما بودی. متشکرم.